مجمع محققین مدرسین در این بیانیه گفتند پیشنهاد رفراندوم یا همه پرسی از سوی برخی از نیروهای دلسوز اصیل و با سابقه انقلاب برای خروج از وضعیت بحرانی و نابسامان کنونی کشور با واکنش منفی از سوی مقامات رسمی روبرو شده همه پرسی یکی از راه های تحقق اصل جمهوریت و حاکمیت ملیه که در راستای نظرخواهی از مردم و جلب مشارکت اونها در حل مشکلات پیچیده اقتصادی اجتماعی و سیاسی در اصل 59 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده با توجه به نارضایتی و بیاعتمادی گسترده از وضعیت حکمرانی بی تردید همه پرسی درباره مشکلات اصلی و مهم در حوزه سیاست خارجی و داخلی افزون بر ترمیم شکاف دولت و ملت میتونه راهی برای برون رفت از اونها باشه مقامات رسمی به جای استقبال از این پیشنهاد به طرح ایرادهایی پرداختن که نه تنها با قانون اساسی بلکه با باور به حاکمیت ملی ناسازگار به نظر میرسه این واکنش دیدگاه سطح عالی سیاستگذاری نظام در بیتوجهی به خواست مردم و رجوع به آرای عمومی که در عمل مبنای واقعی تصمیم گیره ها بوده رو به شکل شفاف و رسمی بیان کرد و دلایل اون رو در معرض داوری عموم قرار داد. تردید در توانایی مردم و این سخن که مردم امکان تحلیل ندارن با یافته های اغلایی تجربی و عرفی ناسازگاره. چنین تردیدی میتونه اصل مشروعیت نظام رو زیر سوال ببره زیرا مردم جایگاه اصلی در پیروزی انقلاب تعیین و استقرار این نظام داشتند. خمینی بر این اساس همواره با احترام و تجلیل از فهم و قدرت تحلیل مردم یاد و تصمیم گیری اقلیت به جای اونها رو مخالفت می کرد. کار به جایی رسیده که صدای مدرسین حوزه علمی قوم هم در اومده و اونها رفراندوم رو اصل بر مشروعیت نظام می دونن. عکس از حامد اسماعیلیون منتشر شده با کسی که زن و بچهش رو از بین برده یعنی کسی که جزو سپاه کثیف پاسدارانه این حرومزاده بر سر سفره خونین دیکتاتور میشینه و از اونها ارتزاق میکنه حامد اسماعیلیون از گروه همبستگی خارج شد و بالاخره به جایی که بهش تعلق داشت راه پیدا کرد زبالدان تاریخ صدای آمریکا میگه در پی انتقاد شدید جامعه رسانه‌ای اهالی ورزش و بسیاری از چهره‌های فرنگی نسبت به اقدام جدید رئیس فدراسیون کشتی در اخراج یک خبرنگار از جلسه و استفاده از ادبیات ناشایست ارگان رسانه سپای سپاه پاسداران هم به صف منتقدان اون پیوست روزنامه جوان با به سپاه کسیف پاسداران در شماره خودش نوشته علیرضا دبیر در طول دوران چند ساله ریاست خود بر فدراسیون کشتی هیچگاه شهن این جایگاه رو حفظ نکرده این رسانه که از محل بودجه عمومی کشور اداره میشه در ادامه آورده رئیس فدراسیون کشتی یک روز با نوع پوشش یک روز با نوع برخورد یک روز با ادبیات خاص خود شن این فدراسیون رو زیر سوال میبره در ادامه رفتارهای جنجالی و حاشیه‌ساز علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ویدیویی از اون منتشر شد که نشون میده اون یک خبرنگار منتقد رو از جلسه مجمع کشتی استان مازندران بیرون میندازه این موضوع حتی سبب شد تا ایمان شمسایی مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی هم در اینستاگرام خود به انتقاد از اون بپردازه در بخش از متن اون اومده رفتار دبیر وقتی بیشتر زیر سوال میره که از مرام پهلوانی و نماز اول وقت دم میزنه اما صداشو پشت بلندگو بلندتر کرده و حراست و صدا میزنه. افکار عمومی درباره این رفتارها قضاوت میکنه اما ضعف نظام حرفه ما هم باید چاره بشه. روزنامه جوان در ادامه مطالب خودش نوشته این رفتارهای علیرضا دبیر یعنی این پس از این همه سال حضور در کشتی یا نمیدونه تو چه جایگاهی قرار داره یا اینکه خودش رو به ندونستن زده این رسانه مکتوب سپای کثیف پاسداران همچنین متذکر شده شاید هم علی رزا دبیر اونقدر پشت گرمی و اتکا داره که به خودش اجازه میده هر کاری دلش خواست انجام بده و هرچی دلش خواست بگه علی رزا دبیر عضو پیشین شورای شهر تهران و رئیس کنونی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی علاوه بر سخنان و رفتارهای جنجالی و نامتعارف هواشی مالی و فساد ساختاری نیز در این سالها داشته که بخش فارسی صدای آمریکا در برخی از برنامه ها از جمله صفحه آخر به واکاوی بعض زوایای پنهان اون پرداخته وکیل توماج صالحی میگوید بیش از یک ماه از پرونده بازگشتی به دادسرا معطل مانده امیر رئیسیان از وکلای توماج صالحی خواننده ترانه‌های اعتراضی میگوید دادگاه پرونده موکلش را به خاطر ایرادها و رفع نقض تحقیقات به دادسرا بازگردانده. با این حال به گفته این وکیل دادگستری دادسرا بیش از یک ماه است که هنوز نسبت به اجرای دستورات دادگاه اقدام نکرده رئیسیان در گفتگو با وبسایت روزنامه شرق تصریح کرد توماج صالحی با پنج اتهام شامل افساد فلعرز تبلیغ علیه نظام همکاری با دولت متخاسم، دعوت مردم به کشتار و اختشاش و همچنین توهین به رهبری مواجه است. او افسود که از زمان بازگشت پرونده به دادسرا، دسترسی وکلای تو ماج صالحی به پرونده موکلشون مجددا ناممکن شده. بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی، اتهام‌های چون افساد ارز و محاربه میتونه حکم اعدام برای این خواننده 33 ساله به دنبال داشته باشه. دوماج صالحی هشت آبان پارسال در میانی اعتراضات سراسری در روستای گردبیشه بیشه از توابع استان چهار محال و بختیاری بازداشت شد. اون که اهل شاهین شهر اصفهانه در روزهای پیش از دستگیری محل زندگیش مخفی بود و پیامهای بسیاری را در حمایت از مردم منتشر می کرد. این خواننده رب برای مدت ها از داشتن وکیل محروم بود و رئیسیان دیماه پارسال برای اولین بار از دسترسی به تنها یکی از چهار جلد پرونده موکل خود خبر داد. در حالی که تا اون زمان این وکیل دادگستری نتونسته بود با موکل خودش دیدار داشته باشه. در روزهای اخیر، نهادهای مدافع حقوق بشر از شرایط نامساعد سلامت صالحی خبر دادند. به گزارش کمپین حقوق بشر ایران، او اکنون در زندان شهر دستگرد اصفهان در بازداشته. پس از بازداشت، رسانه های حکومتی ویدیویی از او منتشر کردند که با چشم های بسته و آثار کبودی روی صورتش بابت حمایت از اعتراضات مردمی ابراز پشیمانی می کرد. در آن زمان انقلابیون و جوانان در توییتر و فضای مجازی با بازنش نکردن این ویدیو اعلام کردند که به هیچ وجه این ویدیو را نخواهند دید و مخالفت خودشون را با اعترافات اجباری اعلام کردند. اتحاد جوانان برای بازنشنا نکردن این ویدیو باعث شد ویدیوی اعترافات اجباری توماج صالحی به ندرت در فضای مجازی پخش منتشر شود و کمتر کسی آن را دیده باشد.